پارلمان دانمارک در چارچوب مأموریت دریایی اتحادیه اروپا با اعزام کشتی و هلیکوپتر به تنگه هرمز موافقت کرد. هوشمند میرفخرای گزارش می‌دهد. دانمارک در این مأموریت 4 ماهه یک ناوچه و یک هلیکوپتر را به همراه حداکثر 195 پرسنل نیروهای مسلح در تنگه هرمز مستقر خواهد کرد. تنگه هرمز تنها راه ارتباطی خلیج فارس با آب‌های بین‌المللی است و به دلیل عبور نفتکش‌ها یکی از پررفت و آمدترین گذرگاه‌های آبی جهان به شمار می‌رود. دانمارک همچنین قرار است 285 پرسنل نظامی و 3 فروند هلیکوپتر ترابری را برای کمک به مأموریت‌های غیر رزمی عراق بفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعزام این نیرو هنگامی عملی می‌شود که دوره کانادا در رهبری مأموریت ناتو برای آموزش نیروهای امنیتی عراق پایان می‌یابد و رهبری این مأموریت به دانمارک محول خواهد شد. ژپه کوفوند وزیر خارجه دانمارک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تقویت مشارکت دانمارک در بازسازی عراق ضمن کاهش خطر ایجاد موج دیگری از آوارگان مقابله با تهدیدهای موجود از سوی گروه‌های نظیر داعش را افزایش می‌دهد. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.